داستان دختر بیگناهی که به بار میره و اونجا با یه جنگ سالار برخورد میکنه که اونجاست تا بار رو خراب کنه و از شانس بدش میفته دست بزرگترین خلافکار کشور. اسم این فیلم اکشن هیجان انگیز میس بالا محصول سال 2019. در ابتدای فیلم گلوریا فونتس رو میبینیم که یک آرایشگر آمریکایی لاتین از لس آنجلسه که واسه یه بازدید به سفر میره. بهترین دوست اون سوزو در تیگوانای مکزیکه. گلوریا دختر جاه طلبیه که در صدد یک میکاپ آرتیست بزرگ بشه. بنابراین اون به یه طراح لباس نزدیک میشه و یه ایده رو به اشتراک میذاره که واقعا مکمل لباس هست. اما اون مرد بهش اهمیتی نمیده. اون با دوستش تماس میگیره و بهش اطلاع میده که اومده به شهرش توی مکزیک و داوطلب میشه تا آرایشگر یه مسابقه زیبایی به نام خانم بالا بشه. اونا هیجان زدن و بالاخره وقتی گلوریا به اونجا میرسه در مورد ایده هاشون با هم حرف میزنن. بعد گلوریا دوستش رو امتحانی آرایش میکنه و سوزو به شدت خوشش میاد. من به بهترین دوستش یه دستبند به عنوان هدیه میده. اونا از بچگی دوستای صمیمی هم بودن. اون شب با هم به باری میرن که سوزو قصد داره به عنوان یه مدل واسه یه مسابقه زیبایی معروف رئیس سوستو رو تحت تاثیر قرار بده. مردی که در مکزیک یه پلیس جنرال هست و همچنین به زن بازی شهرت داره. سوزو بلافاصله به سمتش میره و بهش نزدیک میشه و در این بین گلوریا به سرویس بهداشتی میره و در اونجا صدای صحبت دو مرد رو میشنوه که معلوم میشه اونا عضوی از لتسترس که یه باند مرگباره هستن. یکی از اونا متوجه حضور گلوریا میشه که حرفاشون رو شنیده و اونو بیرون میاره و میبره پیش رهبر گروه به نام لینو. اون کیفش رو چک میکنه و میفهمه که اهل آمریکاست. بعد بهش اجازه میده که واسه یه نجات زندگیش فرار کنه. اما اون نمیتونه بره چون بهترین دوستش هنوز اونجاست. اون از بین جمعیت به دنبال دوستش میگرده اما قبل از اینکه بتونه اونو پیدا کنه تیراندازی شروع میشه و افراد زیادی کشته میشن. پس گلوریا از اونجا میاد بیرون و با سوزو تماس میگیره. بعد پلیس میرسه. گلوریا شروع به جستجوی دوستش میکنه توی کافه و خیابون ها همه جا دنبالش میگرده و سعی میکنه باهاش تماس بگیره. در نهایت از خستگی توی کافه خوابش میبره. صبح فردا میره بیرون و پیش یه افسر پلیس رو سعی میکنه اطلاعاتی در مورد دوستش به دست بیاره و بعد به افسر میگه که شب گذشته چند پسر از اون باند رو دیده و میتونه شناساییشون کنه. اما معلوم میشه که اون پلیس یه کلاهبردار بوده که گلوریا رو به باند تحویل میده و اونو به مخفیگاهشون میبرن. توی اتاقی لینو از اون چند تا سوال میپرسه. گلوریا همه چیزو میگه و لینو تصمیم میگیره به اون کمک کنه تا هم زنده بمونه و هم دوستش رو پیدا کنه، چون گلوریا پاسپورت آمریکایی داره و در عوض باید یه کار مهم واسه این باند خلافکار انجام بده. گلوریا که واقعا چاره ای نداره باهاشون موافقت میکنه. حالا اون باید اولین کارش رو واسه باند انجام بده و اولین کارش اینه که سوار ماشینی شه و اون رو در گوشه ساختمونی پارک کنه، بدون اینکه بدونه اون ساختمون یه خونه امن سه ماموره. بعد اتمام کارش مردم میان دنبالش و اونو به بالای تپه میبرن و اون بمب رو منفجر میکنن. بعد لینو از ارتباطاتش استفاده میکنه تا گلوریا رو به مسابقه زیبایی آینده بفرسته که این بار خلاف خواسته گلوریاست و اون فقط میخواد دوستش رو پیدا کنه. گلوریا میگه نمیخواد بخشی از این باشه، اما لینو فاش میکنه که چند تا نقشه داره. پس یه تلفن بهش میده و گلوریا رو همراه یکی از افرادش به نام پولو میفرسته داخل. اون واسه شرکت توی مسابقه ثبت نام میکنه و بعد به دستشوی میره. پس فرصتی واسه فرار میبینه و به بیرون میره. بعد مردی آمریکایی رو پیدا میکنه و ازش میخواد که بهش کمک کنه، ولی اونا سرش رو میکنن تو کیسه و بعد متوجه میشیم که اون مرد برایان یه پلیسه که واسه سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا کار میکنه و بعد عکسی از خود این دختر بهش نشون میده زمانی که همدست اعضای باند خلافکار بوده و اونو تهدید میکنه که میتونه به راحتی اونو زندانی کنه. پس مجبورش میکنه که حالا برای اون کار کنه و بعد یه تراشه ردیابی روی تلفن میذاره تا اونا رو زیر نظر بگیره و دستگیر کنه و ازش میخواد یه تراشه هم توی موبایل لینو بذاره. بعد با یه تاکسی اون رو به خونه یه دوستش سوزو میفرسته. بعد دوش گرفتنش میبینه که چاوا برادر کوچیکتر سوزو داشت با تلفنش بازی میکرد.
تلفن رو ازش میگیره و روشنش میکنه و تماس صوتی از لینو دریافت میکنه که بهش هشدار میده دیگه تلفن رو خاموش نکنه. اون برای جون خودش و پسر میترسه و تصمیم میگیره از اونجا بره. اما از شانس بعدش لیلو و افرادش به اونجا میرسن. لیلو اونو به اتاق میبره و پیرهن خودش رو در میاره و گلوریا خالکوبی عجیب از اون رو میبینه. بعد از دختر هم میخواد که لباسش رو در بیاره اما یکی از افرادش در میزنه و صداش میکنه. کمی بعد اون دوباره برمیگرده و کنار گلوریا دراز میکشه و به خواب میره. صبح روز بعد اونا گلوریا رو واسه یک کار بعدی آماده میکنن. هزاران دلار پول رو به بدنش میچسبونن و کوکائین رو توی ماشین مخفی میکنن و گلوریا مجبور اینا رو به اونور مرز قاچاق کنه. در راه گلوریا به پاس بازرسی در مرز میرسه. اون سعی میکنه عادی رفتار کنه جلوی بازرسای امنیتی. اونا ماشین رو جستجو میکنن ولی چیزی پیدا نمیکنن و اون با خیال راحت رد میشه از مرز. گلوریا به محل مشخص شده توی انبار خالی میره. مردی به نام جیمی به اون نزدیک میشه و معلوم میشه که اون یه دلال اسلحه هست. جیمی پول و کوک رو ازش میگیره و اسلحه ها رو بار ماشین میکنه و بعد بهش دستور میده تا برگرده به اون ور مرز و اسلحه ها رو به باند برسونه. توی مسیر کنار یه مغازه توقف میکنه و تماسی از همون پلیس به نام برایان دریافت میکنه و همه ای کارهایی که کرد رو واسش تعریف میکنه و برایان ازش میخواد هر زمان پیش لینو رسید بهش پیام بفرسته. اون از برایان میپرسه که چطور از اونجا خارج شه و جون سالم به در ببره و برایان ازش میخواد به دروازه بزرگی در همون نزدیکی بره و بهش اطمینان میده که کمکش میکنه. وقتی گلوریا به محل تخلیه رسید، لینو را دید و به برایان اطلاع داد. برایان بلافاصله از تکیر اندازش میخواد به محض اینکه لینو را دید بهش شلیک کنه. اما قبل اینکه تکیر انداز بتونه وارد عمل شه، اعضای بان از حضور مرد مطلع میشن و به بقیه اعضای بان هشدار میدن. وقتی تکیر انداز در نهایت شلیک میکنه، شانسش رو از دست میده و بعد تیر اندازی دو طرف شروع میشه و نیروی پشتیبانی پلیس میرسه. گلوریا که تا حالا گوشه پنهان شده بود به سمت دروازه میدوه تا فرار کنه ولی میبینه که در قفله. اون وحشت میکنه و برایان رو صدا میکنه که بهش میگه نجات پیدا میکنی ولی اونو فعلا اونجا رها میکنن. گلوریا به خودش میاد و میبینه که در حال حاضر تنها شانس اون نجات و فرارش با گروه بانده. پس زمانی که لینو زخمی شده بود، گلوریا بهش کمک میکنه و اونو سوار ماشین میکنه. در نهایت اعضای باند پلیس ها رو شکست میدن و به مخفیگاهشون برمیگردن. چوگا میگه که اون به گلوریا اعتماد نداره و اونو متهم میکنه که یه جاسوسه. اما لینو ازش دفاع میکنه و میگه اون جونش رو نجات داد. و بعد گلوریا پیغام جیمی رو به لینو میرسونه. کمی بعد گلوریا با دختری به نام ایزابل آشنا میشه که ازش واسه کارهای بان اخاذی میکنن، درست مثل گلوریا. اما اون روی دستش همون خالکوبی لینو رو داره. مردا کنارشون میان و بعد ایزابل رو به اتاق دیگه میبرن. گلوریا عمدن آتیشی را میندازه تا حواس اعضای بان رو پرت کنه و بعد تراشه رو که قبلا به خاطر پلیس روی تلفن لینو وصل کرده بود بیرون میاره و بعد به یه تلفن دیگه توی خونه وصل میکنه به صورت اتفاقی و نمیدونه که تلفن کیه. روز بعد لینو که از گلوریا خوشش اومده بهش آموزش تیراندازی میده و بعد از تمرین ازش میخواد دوش بگیره و لباس مناسبی بپوشه. اون گلوریا رو واسه دیدن بعضی از بستگانش میبره. اینجا جاییه که اون بزرگ شده و اینجا گلوریا میتونه لینو رو به عنوان یه مرد ببینه و نه فقط رهبر باند. اما به محض بازگشت میبینیم که همه اعضای باند ایزابل رو به زانو درآوردن و مشخص میشه که تراشه رادیویی که گلوریا به گوشی یه نفر وصل کرده بود واسه ایزابل بود. اون سعی میکنه مانعی کشتنش بشه اما قدرتی نداره و ایزابل همونجا کشته میشه. روز بعد لینو گلوریا رو به یه اتاق لباس میبره و تمام لباس های فانتزی که واسهش آماده کرد و بهش نشون میده. اما گلوریا با عصبانیت باهاش برخورد میکنه و ازش میپرسه که این بار ازم چی میخوای؟ و مشخص میشه که لینو ازش میخواد از سستو رو ترور کنه، کسی که واسه یه کسب و کارش تهدیدی هست و همون کسی که بار اول لینو میخواست اون رو توی بار بکشه. و بعد لینو ویدیویی از حراج دوستش سوزو رو به خریداران مختلف نشون میده که نشون میده بعد از اینکه دزدیدنش مجبورش به فحش کردن.
پس گلوریا توی مسابقه شرکت میکنه و به خاطر رشوه های لینو اون برنده یه دختر شایسته میشه و چون لینو میدونست که سسا همیشه با برنده مسابقه میخوابه. پس بعد از مهمونی تو خونه ساحلی سسو اون موافقت میکنه که شب رو باهاش بگذرونه و بعد مطمئن میشه تا لینو بیاد دنبالش. اونجا اون بالاخره دوستش سوزو رو پیدا میکنه و متوجه میشه که روی دستش همون خالکوبی مشابه رو داره. در نهایت اونا پازل رو کنار هم میذارن و متوجه میشن که در واقع لینو کسی بود که سوزو رو واسه تنفروشی فروخت. وقتی گلوریا به اتاق خواب سسو رفت روی کاغذی واسش نوشت که لینو واسه کشتنه داره میاد. پس اون واسه فرار آماده میشه اما گروه لینو خیلی زود میرسن. پس درگیری بزرگ اتفاق میفته و گلوله باران میشه. گلوریا که زیر تخت پنهان شده بود تا این لحظه اسلحه یک نگهبان زخمی رو میگیره و به دنبال دوستش سوزو میره. وقتی میبینه که سسو از دوستش داره به عنوان یه سپر انسانی استفاده میکنه تا خودش زخمی نشه، بهش شلیک میکنه و لینو هم میاد و اونو میکشه. اون از گلوریا تشکر میکنه اما اون اسلحه‌اش رو به سمت لینو میگیره و میگه که میدونه دزدیدن دوستش همکار اون بوده. بعد لینو سعی میکنه باهاش معامله کنه و میگه تو کاری رو که باید انجام دادی، اما گلوریا قبول نمیکنه و در همین حین اون سعی میکنه اسلحه‌اش رو در بیاره که گلوریا بهش شلیک میکنه و در نهایت اون میمیره. وقتی پلیس به اونجا میرسه دو زن دستگیر میشن و میبینیم که باسفورد همون جیمیه که اون ور مرز بهش اسلحه داد و در واقع یه پلیس مخفی بوده. گلوریا باهاش معامله میکنه تا سوزو رو آزاد کنن و خودش تبرئه شه. در نهایت اونا قراردادی میبندن که گلوریا به عنوان یه دارایی CIA برای نفوذ به باندهای خلاف استفاده شه و سوزو به خانواده‌اش برمیگرده و گلوریا با جیمی راهی میشه و فیلم به اتمام میرسه. ممنون که تماشا کردی و مرسی ازت اگه این ویدیو رو لایک میکنی.